امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه با معاون وزیر فرهنگ و گردشگری چین در مورد استخراج معدن مس عینک و حفاظت از آثار باستانی در این معدن گفتگو کرده است و دو طرف ارائه برنامه‌های ظرفیت‌سازی در زمینه‌های مختلف میان بیجینگ و کابل را مهم دانستند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دهلیز واخان میان افغانستان و چین را با ارزش و مهم دانسته و گفته است که این دهلیز برای حکومت سرپرست افغانستان یک اولویت است. پرسش اینجاست که چرا افغانستان برای چین ارزشمند است؟ دهلیز واخان چه نقشی در روابط بیجینگ و کابل دارد؟ در این مورد و موضوعات مرتبط با آن بحث خواهیم کرد. سلام به برنامه مجله صبح از تلویزیون یک خوش آمدید. من منیر احمد امیری هستم و مهمانانم در بحث هر یک آقای مجددالدین خراسانی اینجا در استودیو پژوهشگر در امور چین و آقای عزیز مارچ کارشناس مسائل سیاسی از خط اسکایپ با ما هستند. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدید. خراسانی صاحب، می‌خوایم بحث را با شما آغاز بکنیم. چرا افغانستان برای چین مهم است؟ سلام و درود خدمت شما مهمان گرامی و هموطنان عزیز. ببینید، بحث اول این است که افغانستان همسایه چین است. بعد در حدود نزدیک بعد از اینکه خروج ایالات متحده آمریکا از افغانستان بیرون شد، در واقع خدمتتون عرض بشود که چین از اون سیاست حساب شده، سیاست محافظی و سیاستی که یک مقدار صبر و شکیبایی را برای خود داشت بیرون شده، با یک سیاست فعال و یک سیاستی که بتواند به طور مشخص به افغانستان سرمایه گذاری عمیق، روابط مستقیم، روابط دو طرف را داشته باشد. و در این حال افغانستان که به لحاظ منطقه یا استراتژیک یا ژئوپلیتیک یک از مناطق پیرامونی چین است، منطقه ای که میتونه افغانستان و قسمت هایی که بر لحاظ کرودر منطقه ای وصل بشود و نگرانی های امنیتی از افغانستان دور بشود و سرمایه گذاری های عمیق چین مثل همین مسی عینک یا مسائل لیتیم یا پروژه کاسا یا پروژه تاپی، هر اینا به طور مستقیم بر مسائل سیاسی، اقتصادی و امنیتی چین اثرگذار است. بعد این لحاظ من فکر میکنم که جایگاه افغانستان و آن قدری که ما فکر میکنیم برای چین مطرح بوده و در این روز کوشش میکنه که چند روز دیروزم مسئله افغانستان بیان کرد که ما از سیستم سیاست چین واید، یعنی در واقع پشتیبانی میکنیم. یعنی کشوری که به عنوان تایوان در جنوب چین وجود داره، اون را جزی از اصلی خاک چین مطرح میکنه. اینا بحثایی است که چین نگاهش برای افغانستان قابل اهمیت است و این امنیت فکر میکنه و اهمیتش در دراز مدت در چارچوب سرمایه گذاری چین در افغانستان بیشتر خواهد شد. شما از بود امنیتی گفتین، یعنی دید امنیتی دارن اونا به طرف افغانستان؟ ببینید، یا اهداف اقتصادی هم هست اینجا؟ ترکیبی است. امروز ما جهانی شدن در قالب اقتصاد سیاسی بین الملل، همانطوری که اقتصاد بر امنیت تأثیر داره، در عین حال امنیت بر اقتصاد تأثیر داره. یک مسئله دو جانبه است، یکیش بدون یکیش نمیتونه مثلا متغیر اصلی یا مستقل به حساب میاد. حالا یک زمان یکیش به عنوان متغیر مستقل یک وابسته، یعنی با هم به شکل کشمکش با هم وجود داره. ولی فکر میکنه که بله، هم مسائل امنیتی چین داره سعی میکنه که در افغانستان دوباره به یک وضعیت ناامنی در افغانستان به وجود نبیاید که تا بتونه اهداف اقتصادی و پیرامونش به یک سول ثبات امنیت دست پیدا بکنه. قطعا با هم مرتبط است. تشکر خراسانی صاحب. مارو صاحب، میخوایم از شما این پرسش را داشته باشم، چرا افغانستان برای چین مهم است؟ و آنچه را که خراسانی صاحب برش اشاره کردن، گفتن که ترسشان یا حراسشان از این است که باز افغانستان بی‌ثبات نشوه و اینا به یک نحو حراس از بی‌ثباتی افغانستان دارن. میخواهیم که دید شما را هم در این مورد داشته باشن.
تشکر نخو سلام برای شما، سلام به غرب رسانی و سلام به قرار تخنیکی شما و شما برای دلوقت علیکم سلام. ببینید امروز چی که همیش دیروز و فردا و امروز منشأت ماست، منشأت کشور. هر کشور بنابر منافع خود، منافع ملی خود اقدام میکنه، عمل میکنه. درست است که چین باید یک کشور صنعتی و تولیدی و برقدرت در منطقه و همسایگی افغانستان که 96 کیلومتر سرحد مشترک با افغانستان دارد، منفعت خود میبینه در عموم افغانستان. چین معمولا سیاست اقتصادی دارد، نه سیاسی و نه اسلامی. معمولا با کشورهایی که میره انتهایی تا که میتوانند سرمایه گذاری میکنند و کشور حیوان میتوان با خود اومدی و خود میسازند. افغانستان هم امروز به این مارکیت سبرد دارد که می خواهد که مادنهای خود استخراج کنند. در حالت انزوا قرار دارد، انزوای جاری، مردم نیاز دارد با مساعده، با کمک. تاجر ضرورت دارد به مراودان، خطور پیاوهی ضرورت است. بنابراین چین هم با مواد خام ضرورت دارد. چین بر نقطه ترانزیت استراتژیک که ترانزیتی ضرورت دارد با ایران سال 2022 تریلیون دلار قرارداد امضا کرده. می خواستری کابلشم با اروپای شرقی خود واسطه کروان چنان طرفای خلیج چنان می رود پروگرام بلد با پاکستان نتیجه خوب نزد. کوشش هستی را دارد. اگر طریق شمال افغانستان مواد به ترازید را 4-5 کشور تکس و مالی و بلوک میگذاره، افغانستان را بهتر است. بنان از دو طرف نیاز دارم باید دیگه اگر تنها چین با افغانستان مساعدت خدا حواظ کرد، خود افغانستان همین که فایت میکنه. چین افغانستان را به رسمیت بشناسه بسیار مشکلات در مشکل بعد بخاطر که چین یکی از اعضای دائمی شورای امنیت است. اما درست است که ما ایره باعث از طریق دیدگاه مثبت خوب میبینیم، به نفع افغانستان میبینیم. بخش منفیش باید فکر کنیم که آیا رابط چین دولت فعلی جهان پس دوباره به خود به شرق و غرب تبدیل شده میتوان مدیریت کنند، یا اینکه اقدامات چین مراودات با چین نزدیکی چین خدا نخواسته اگر مدیریت صحیح باشه، پالیسی درست، سیاست خارجی مسلکی و فنی با جهان در سطح جهان در سطح منطقه با چین و افغانستان نباشه، افغانستان در اینجا باز قیمت نپردازه و قربانی نده. مارش صاحب آنچه را که شما برش اشاره کردین در لابلای صحبتهایتان، با وجود از این که چین با افغانستان با امارت اسلامی رابطه خود را حفظ کرده و همواره از گسترش رابط با افغانستان حرف زده، اما دلیل را شما در چی میبینین که تا حالا چین با وجود اینقدر رابطه هم که داشته، سرمایه گذاری هایی که در افغانستان داشته، هنوز هم امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته؟ به رسمی شناختن مسئله جداست. اون مسئله جانی به اصول یا قوانین جانی رب دارن که افغانستان باید به پذیرش از اون در عیار بسازه. مثلا به طور مثال اعلامیه 1948 حقوق بشر فرق مکاتب دختران بطور اشتغال کاروبار نشه، هر کشور که افغانستان به رسمیت بسازه ناقص اعلامیه حقوق بشر که 30 ماده خطرنامه داره ناقص هم براشتی میشه. یک مثلا برای امنیت سازمان ملل متحد فیصله بر مدیریت و تعذیرات و عدم پذیرش افغانستان نمایندگی افغانستان در اونجا فیصله کرده و کشور چین و دیگر کشورها 5 کشور رو دائمی باشید بگید، اما 15 کشور رو جزئیات برن. یک خطرنامه جاست با خطرنامه 1988 که در بنا بر ضرورت مدت واقع میشه، کسی نمیتونه او را نقض کنه. بنام یکی به اصول جانی و یکی شرایط جانی یا این شرایط گذاشته با طالبا تا که تغییرات و اصلاحات نبید چین و دیگر کشورها نمیتونه که خود ملامت بسن با سطح جهانی. حتی روسیه هم ملاقمندی ازی بود که بعد افغانستان با امارات اسلامی را پرسند بشناسه، اما در اصول فدرالی اینجا مشکل داره. دو مسئله را باید ما بودیم که چین رابط خود نزدیک میسازه. ما صحبتهای ترامپ میشنویم
میگن که ما از افغانستان بیرون شدیم باردرام گذاشتیم چین میره برای باردرام. این حرف صادر امریکا میخواه با روسیه کنار بیار رابط خود بسازه با ایران بسازه، اما با چین از بیاز از این که چین آنقدر در WTO World Treatment Organization با سازمان جهانی تجارت نفوذ کرده و در طول 20 سال حضور امریکا بود که گوش با چین رابطه سازش کرد که با وقت پیش از حمله به افغانستان و چین چنان موال کنه با اروپا رو یا صادر که بسیار خلاص تشکر به تو واسه یه اگر کافه. سال 2008 کمپانی انتیسی چین آمد قرارداد در قمیس اینک امضا کرد تمام شرایط پذیرا ۸۰۰ میلیون زمانت ۴۰۰ میلیون سال را بر افغانستان ۴۰۰ کیلووات برق و تولید برق شرک ساختن هم ترخط ری ساختن تا حضرت لوگر تا در ایسوپ تا دوباره برگرد و رفت رو آخر اینجا همه را قبول کرد. مگر اون وقت که دید مشکلات در تایوان ایجاد شد ای غوریا و سینجار اینجا از مشکل ایجاد شد، حتی یک تعداد در ایشا و ای غوریا از ترکیه آمدن بس پرد چین بیترف چین بلاخره فامید که من درگیر میشم با امریکا با بانهای این آن پرادار را لغوان نکن تقریبا و قرارداد گذار و مرکت که من است و امروز پس یک کمپنی بنام NGAN دوباره آزر می شود میر و قرارداد دوباره می گیره. من باز هم تقریب بگر تاخیر خودی می کنم که اگر می تان افغانستان یک سیاست بلانس یک بازی خوب را مدیریت کرده که وام توسه اشخاص مستقی و کارپان بشه در غیر از اون بسیار اتحاد کنند که در این مقطع زمانی که مردم افغانستان در فقر و بدبختی زندگی دارن و انگلیسی امنیت آمده و نفس میکشن که باز خدا نخواسته بر پایدار رقابت های شرق و غرب و بدن نشن خیلی تشکر بازستان جان برای نشن که بالاخره با توسط سشاندهشان و توسط بعضی کشورهای همسایه دیگه مانند ایران و پاکستان خیلی تشکر مارش صاحب به شما برمیگردم. خیلی تشکر خراسانی صاحب. آنچه را که مارش صاحب اشاره کردن گفتن که چین به دنبال منافع خودش است، اما اینا اشاره برای حرفای دونالد ترامپ هم داشتن و اونا به نحو حراز دارن از چین، از این که به چین در افغانستان نفوذ بکنه. چگونه میبینین؟ آیا باز هم افغانستان درگیر اون رقابت های چین امریکا خواهد شد پس از پیروزی دونالد ترامپ؟ به طور مشخص خدمتتون عرض بشود که در طول تاریخ حداقل در 100 سال سیاست خارجی افغانستان تقریبا همین طور بوده، مثل که با اگر با شوروی سابق بودیم یک رابطه همجانبه با غرب هم نداشتیم. خب تاریخ برای همه که مشخص هم زمانی که با آمریکا بودیم مثلا آنقدر روابط گسترده‌تر یا مشارکت بزرگتری با روسیه، با چین یا بعضی کشورهای شرقی نداشتیم. احتمال زیاد امارت اسلامی افغانستان در حالی که من فکر میکنم که از یک آموزش یا درس گرفتن تاریخی سیاسی شاید بتواند به طور مفصل یک بازموازینه را در بین قطبای کشورهای بزرگ ایجاد بکند. خب بعضی آقای ترامپ که میگن که مسئله بگرام بیان میکنه و مسئله که باز دوباره بگرام ما میگیریم یا دوباره چینی ها به افغانستان ورود پیدا نکنه یا اینکه من قرارداد می‌بندم که دوباره یعنی بگرام بگیرم یا دوباره چینی ها به بگرام نبین، مسائلی است که در دوره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. آقای ترامپ یک فرد تجار است، با حرفایش روند انتخابات و سیستم انتخابات ایالات متحده آمریکا را به طور مشخص داره تغییر میده. اینا تبلیغات سیاسی است که بیشتر برای ازدیاد یا برای افزایش همین مسئله انتخاباتشان داره استفاده میکنه. اما چه که محسوس هم است رقابت های چین و آمریکا هم خیلی چشمگیر است، نمیشه کل آدم نادیده بگیره و به نحو آمریکا نگران این است که چین بیشتر نفوذ پیدا کنه. بله این مسئله هست، این مسئله مطرح است. این تنها آقای ترامپ این رو مسئله رو بیان نکرده، کارگزاران و تمام نیات ها و بخش مسائلی حقوقی ایالات متحده آمریکا مسئله رو بیان کرده که
با خروج ما مثلا چینی ها با سرمایه گذاری انگفت به افغانستان ورود خواهد کرد و این به عنوان یک چالش ژئو استراتژیک برای افغانستان است. ولی اینجا من فکر میکنم قانونی مسئله سیاست خارجی افغانستان که توسط امارات اسلامی افغانستان هدایت میشه با یک سیاست متواضع، سیاست واضح، واقع بینانه و واقع نگری که بتواند موازنه بین کشورها بلخصوص بین روسیه و چین، هند و ایالات متحده آمریکا ایجاد بکند. و در هر زمانی که افغانستان درگیر بازی های سیاسی، درگیر بازی های احساسی و درگیر بازی های خرده کلان منطقه داخل بشود، قطعا افغانستان نقص خواهد کرد، چون کشوری که زیر ساخت امنیتی اقتصادی ندارد مشکل دارد. بس را باز امرای شما ادامه میدیم. بینده عزیز، وقفه است و دوباره برمیگردیم. باز هم خوش آمدید. خراسانی سپان، چرا که قبل از وقفه است مارش سبیم پرسیدیم، چرا با وجود از اینکه چین با افغانستان رابطش ادامه پیدا کرد و حالا سرمایه گذاری میکنه بر افغانستان، اما در قسمت بر رسمیت شناسی امارات اسلامی تا حالا چراغ سبز نشان نداده؟ این یک بحث حقوقی و سیاسی در حقوق بین الملل مطرح است. زمانی که تمام کشورها بایستی اقدام مشترک در این راستا داشته باشند، خب مسائل الزامات داخلی افغانستان را به عنوان یک حکومت مشارکتی یا حکومت فراگیر یا حقوق بشر، بعضی مسائل مواد مخدر، حالا تروریسم یا مسائل حقوق زنها، اینا مطرح هست، اینا به عنوان متغیر یعنی تغییر دهنده بازی هست. ولی زمانی که فکر میکنم که اما هنگی لازمی که بین کشورهای ابرقدرت ایجاد بشود و یک سری الزامات داخلی افغانستان مورد توجه قرار بگیرد و جدی گرفته بشود، با احتمال زیاد مثلا چینی ها با کشورهای ابرقدرت در این راستا علاقه مندی وجود داره؟ وجود قطعا او علاقه مندی وجود داره. ولی در عین حال ببینیم که اون بازی های بزرگ جهانی هم در پشت این سلام وجود داره. خب رقابت های قدرت های بزرگ همیشه به عنوان یک متغیر اصلی تاثیرگذار است. درست است مسائل داخلی افغانستان در رسانه خیلی بازتاب پیدا میکنه و خیلی زیاد تاثیر گذاشت، مسئله ای رو ما انکار کرده نمیتونیم، ولی در عین حال مسائل کشورهای بزرگ باید اقدام مشترک بکند و در عین حال الزامات داخلی افغانستان که بیشتر ذکر کردم اینا برآورده بشود که چین در راستای امانگی برای رسمیت یافتن افغانستان اقدام جامعه را صورت بگیرد. خیلی تشکر. خلاص صاحب، میخوایم یک بحث دیگر هم با شما داشته باشم. همین بحث شهروندان چینی که در پاکستان کشته شدن و همواره پاکستان ملامتی این موضوع را بر دوش افغانستان میگذاره و بارها مقامات پاکستانی موضوع را با چین شریک ساختن و گفتن که این حمله از خاک افغانستان سازماندهی شده. شما فکر میکنین که این موضوعگیری پاکستان در قبال افغانستان به نحو روی روابط چین و افغانستان تاثیر بگذاره؟ ببینن این باکسین کاملا در منطقه صورت میگیرن. پاکستان مجری برنامه های کشورهای غربی هست و پاکستان با می خواهد ساخته شده یا موقت هست. منافع عمومی امریکا و مثلا کشورهای ناتو متحدینشان با هم گرفت یا در مقابل بلاک شرق روسیه و چین و ایران شامل از این قضایا شده. بنابراین تطبیقات و این صحبت ها معمولا سیاست خارجی و حتی سیاست داخلی و در پاکستان و دست کشورهای غربی است. یک مسئله یعنی در مجموع میخواد که روابط چین و افغانستان را برهم بزنم و نه مانع نفوذ چین در افغانستان بشه. این مسئله بفهم کنیم. ما باید فکر نکنیم چنان که دوست ما فرمودن که بعض مسائل تبلیغاتی و کمپاینی درست است. در کمپاین تبلیغات لو و افراق یا صورت میگیره. مثلا زیادت اصاب میشن خاطر برد مبارزه، اما سیاست مدارا اشاره تن یک چیز اشاره می کنن.
در کل پالیسی را اتفاق نمی کنم. اما اشاره می کنم متوجه می سازن این پای خود است. ببینید این که وقتی که می گفت مثلا چی در پوش ما می گه با بازار نره این آن عمر ما شما می کنید که سال پرسی نکنه. از وقتی که همی رای اندرکشن بیمار وارخانه رست می کرد چین و دیگر به اکمان می رسان بلخشان نارام شد در بلخشان خیزشای جاگاه شد مبارزه آخش شد اما باز یک چند وقت بود این چند هفته خاموش دوباره که کار آغاز می شد باز این خیزشا بلند شد سر و صدای مردم بلند شد باز پیش مولا هست و فلان هست و سال هست و نور امنیتی رفت و این آن این بی چیز نیست یک مسئله است مسئله دو نقشه هایی که پاکستان از افغانستان ساخته بود و واقعا نقشی کرده بود که اعتراضات و سرصدای مردم افغانستان برد آزاد و اروپا ما اینجا مبارزه کردیم و سرصدا کردیم که چرا تا که وزیر سرپرست وزارت دفاع ملا یعقوب مجاهد صدا کرد و گفت که واقعا حیثیت سر به افغانستان داره و اینا این مسئله که خاموش یعنی بسیار به سنت نقشه ها چاپ شده میره توضیح شده میره حتی به اروپا و کجا رسید این بازی هم بازی بود که چین را قانع شود واقعا را دور بسازد او دهلیز مستقیم سرحد پاکستان و تاجیکستان را وصل کند که خوشبختانه به این پروسه ناکام شد و یک وقتی که میخواد دیدم هنری مارتین لوترن در 1793 جور میکرد یک مسئله را وام متوجه بودن که او وقت هند بودن هندوستان و هند تر کمیلی ایخیز بودن یعنی واخان ایدالیز و قزن و می شکل گذار که از نفوس شوروی و وقتی از شوروی که در روزه بیزور ایجاد شده بود ای در بگیرد که نبی از طرف و آبای گرم این مسائل بسیار سیاسی قبلی در نظر گرفته شده بنابراین امو برنامه سابقه بعد از 1915 سایکو پیکو که در افغانستان چهار خط را گذاشته بود یکی در مارگره بودم، یکی در دودن بود، یکی در کافیسی و باران، یکی در مابرای نهر این مسئله تعمل در سه جهان خارج و تعال جهان قربی هست این ها را مجموع متوجه باشه من وقتی که پالیسی های یعنی مارش صاحب یعنی غرب مارش صاحب این مسئله در غرب دنیا را در نظر باید بگیریم باید فکر میکنن که این کار مارش صاحب فهم قبلا شما مارش صاحب شما به نحوه میگین که غرب مانعی ازی است تا افغانستان رابط بیشتر با چین داشته باشه نخیر نمیخواید که رابط چین با افغانستان داشته نفوذ چین جلوگیری میکنه نمیخواید پس مانع دهلیز واخان هم مانع ایجاد دهلیز واخان هم شما غرب هم میبینین بله هم همین کسشایی که شد از دو بلخشان میبینه اما که چرا این خاموز میشه و وقتی که کار آغاز میشه با سرک این خیزشا و این بین نسبیات آغاز میشه نشان میتر که مانع شود تدیر میکنه چرا پاکستان سر صدا میکنه که چرا افغانستان از افغانستان تلویزی شده بود و افغانای این کار کرده آیا این خودش که ادای داره که من کشور اتمی هستم و اردوی 6 لک اسکر دارم و لانت بسار با تون از خط دوران با وجود که سیم خاردار ساختی این امنیت چه خیلی تشکر مارش صاحب خیلی تشکر امنیت چه گرفتار میتانی خیلی تشکر مارش صاحب به شما برمیگردیم تشکر خراسانی صاحب آنچه را که مارش صاحب بیان کردن گفتن که بدون شک افغانستان برای امریکا مهم است و گفته های ترامپ هم باید نادیده گرفته نشود ضمناً اینا اشاره برای دهلیز و واخان و فعالیت های پاکستان هم همین قسم داشتن میخوایم حرف شما را هم در این مورد داشته باشم ببینید خب مشکل روابط افغانستان و پاکستان مشکل خیلی عمیقی هم افغان ها به این باور هستن هم پاکستانی ها هم مسئله قبلی بودن است یا مسئله مرز دیورند یا مسئله تاریخی اینجا نفته است و پس آنها بعضی مسائلی بورانه امنیتی
و کشمکش های تجارتی و اقتصادی در اینجا به وجود آمده. الان هم اکنون هم این مسئله وجود داره در بندر تورخم کاملا مشخص است. حالا مسائلی که باز پاکستانیا مسئله تی تی پی را در بین میگیره، خب این مسائلی بازی است در بین دو کشور، یک مسئله تاریخی است. به آسانی قضاوت این مسئله بسیار مسئله تاریخی شما فکر نمیکنید به دنبال حتی این سرمایه‌گذاری‌هایی که چین حالا در افغانستان انجام میده، مثلا اینک است یا دهلیز واخان، فکر نمیکنید به دنبال تخریب این سرمایه‌گذاری‌ها یا رابطه که بتونه روی افغانستان تاثیرات مثبت داشته باشه از جانب چین یک چیز مانی ایجاد بکنه؟ این مسئله ولی وجود داره. خب به طور مشخص اگر بگم که امروز اگر ما بگیم که واقعا پاکستان دشمن ماست یا پاکستان بگه که ما دشمن هستیم، در منافع ملی، در نظم بین ملی و جهانی شدن، من فکر میکنم دشمنی واید یا دشمنی همیشگی وجود نداره. شاید نظر من همین است. این رقابت استراتژیک بین همسایه مثل که بین چین و این وجود داره، خامخا مثلا به طور ذاتی مثلا یا به طور طبیعی پاکستان نمیخواد که اون وضعیت رو و اون خواست رو که داره در افغانستان به اتفاق بیفته. خب یک از مهمترین کشوری که چین داره امروز با پاکستان است، به عنوان یک خواهر برایش، خواهرزاده یا خواهر کوچک برایش لقب داره امروز پاکستان. برای چین پیشتر از صدها میلیارد دلار دو کشور با هم روابط تجاری داره، در قسمت سی پیک مسائل امنیتی یا تا مسائل فضایی داره چین به پاکستان کمک میکنه. اگر بس را جمع بکنیم، خیلی کوتاه شما بفرمایید، نقش چین را شما در افغانستان چگونه میبینید؟ در ثبات اقتصادی افغانستان این گونه، در بخش سیاست افغانستان چقدر میتونه حکومت فعلی افغانستان را اینا کمک بکنن؟ خیلی کوتاه ببینید، افغانستان فعلا در یک وضعیت منزوی قرار داره. منزوی نه، شکست، حالا بر رسمیت شناخته نشده. یگانه کشوری که به طور مشخص و مستقیم وارد افغانستان بشود و سرمایه گذاری عمیق در راستای تجارت معدن، استخراج معدن کاری بکند، چین است. دیگر هیچ کشوری من فکر نمیکنم در حال حاضر در حتی کوتاه مدت، اما در مدت اگر اتفاق دیگری بیفتد پیش بینیش تغییر خواهد کرد. خیلی تشکر. مارو صاحب، میخوایم خیلی کوتاه از شما هم داشته باشم. نقش چین در شما در افغانستان چگونه میبینین؟ با این سرمایه گذاری هایی که فعلا در افغانستان میکنه روی معدن افغانستان و موارد دیگه، خیلی کوتاه میخوایم داشته باشم. فرصت بسیار خوب است. ما باید تو همه چیز و مخیز ها فکر نکنیم. اما گوشار باید باشه، مطابق باشه، باید آیندر نگر باشه. اما مثبت فکر کنیم. فرصت بسیار خوب است. و با این تاکرات پیش میرم، ما باید را ترک کنیم که واقعا چین میخواد سرمایه گذاری کنه یا اینکه با حریف خود زور نشان میده و بودای سیاسی نسبت اقتصادی بیشتر. خیلی تشکر مارو صاحب، از این بود که از این وقت ما تمام است، زودتر بیا سرمایه گذاری کنه. خیلی تشکر. برای افغانستان هستم، کشور چین هم خیلی ممنونتان. ممنون حضورتان آقای عزیز ماره، چاگاه سیاسی و مجددین خراسانی، پژوهشگر مور چین. خیلی ممنون حضورتان. دوستان عزیز، بس ما اینجا به پایان رسید. ممنون شما هم که تا این دم با ما بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.